میدونین واکسن قراره با بدن چیکار کنه؟ نخیر. وقتی بدن در معرض بیماری قرار میگیره، واکسن سیستم ایمنی بدن رو وادار میکنه تا آنتیبادی بسازه. آنتیبادی پروتئینیه که توسط سیستم ایمنی بدن برای شناسایی و خنسا کردن عوامل بیماریزا مثل ویروس‌ها و باکتری‌ها به کار میره. حالا که واکسن مناسب برای درمان بیماری‌های مختلف از جمله کووید 19 وجود نداره و همینطور برای حفظ شادی افرادی که به درمان طبیعی و گیاهی بیماری‌ها اعتقاد دارن، بهتر خوراکیایی که کار واکسن رو انجام میدن و با تقویت عملکرد سیستم ایمنی بدن باعث میشن خواهر مادر بیماری ها عروسشن رو بشناسیم و ازشون سوء استفاده لازم رو ببریم. طبق مطالعاتی که انجام شده مشخص شده زردچوبه ماده ضد ویروس، آنتی باکتریال و ضد قارچه که علاوه بر تقویت سیستم ایمنی بدن در بیماری های التهابی مثل پوکی استخوان و آرتری تروماتوئید هم به کار میره. مصرفش از تخریب ماهیچه ها ناشی از ورزش بیش از حد جلوگیری میکنه. نکته مهم درباره زردچوبه اینه که پودر زردچوبه های موجود در بازار قطع به یقین زردچوبه نیستن و حداقلش اینه که قاطی دارن و حاوی رنگای شیمیایی هستن. برای اینکه خیالتون راحت باشه که دارید زردچوبه میخورید، چوب طبیعی زردچوبه رو بخرید، با چکش حسابی بکوبید و بعد بندازیدش تو دستگاه خردکن تا پودر شه. سرخارگل که بهش اکیناسه هم گفته میشه سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه و طبق مطالعات اثرش بر ضد ویروس های آنفولانزای گروه آ و ب، آنفولانزای پرندگان و ویروس های سینسیشیال تنفسی که منجر به ذات‌الریه میشه عمل میکنه. سرخارگل تأثیر زیادی روی ویروس هایی که وارد سلول میشن نداره. پس باید فوراً و به محض ابتلا ازش استفاده بشه تا بیشترین اثر رو در پیشگیری کلی یا جلوگیری از حاد شدن اوضاع داشته باشه. سرخارگل خاصیت آنتی باکتریالی هم داره و برای پیشگیری از عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی مثل سینوزیت و برونشیت هم به کار میره. میدونستین برخلاف ادعاهایی که میشه، ویتامین سی تأثیر چندانی روی پیشگیری و درمان بیماری های ویروسی مثل سرماخوردگی یا آنفولانزا نداره؟ برای اولین بار در سراسر وب فارسیکا اینو بهتون اثبات خواهد کرد. خواهید دید که اگه صرفاً برای مقابله با انواع بیماری های ناشی از ویروس میرین میوه میخرین، در واقع دارین پولتون رو دور میریزین. گفته شده مقدار مصرف روزانه ویتامین سی باید بین 65 تا 90 میلی گرم باشه و حداکثر میشه 2000 میلی گرم در روز ازش استفاده کرد که بیش از اون عوارض زیادی برای بدن داره. مطالعه‌ای به سال 2017 نشون داده مصرف روزانه 1 گرم معادل 1000 میلی گرم ویتامین سی میتونه 8% در بزرگسالان و 18% در کودکان دوره سرماخوردگی رو کاهش بده. حالا ببینیم تو هر عدد پرتقال متوسط چقدر ویتامین سی هست. 70 میلی گرم. هر عدد گریپ فروت 80 و هر عدد لیمو 30 میلی گرم. یعنی هر روز باید 14 عدد پرتقال، 12 عدد گریپ فروت و 33 عدد لیمو بخرید تا روزی 1 گرم ویتامین سی جذب و 8% دوره درمانتون کوتاه‌تر بشه. واضحه که نمی‌صرفه. تنها راهی که به نظر میرسه اینه که قرص ویتامین سی مصرف کنین که اونم قطعاً از میوه‌ها و سبزیجات درست نشده، چون نمی‌صرفه. اما از چی درست شده؟ از مواد غیر طبیعی. البته ویتامین سی موجود در خوراکی‌های ارگانیک خواص دیگه‌ای برای بدن داره و مصرفش کاملاً لازمه. برخلاف ویتامین سی، ویتامین آ کاملاً باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشه. اونم در دوزاژ پایین و در حد توان جیب من و شما. ویتامین آ تولید مغز استخوان رو افزایش میده. مغز استخوان سلول‌های سیستم ایمنی بدن مثل لنفوسیت‌ها رو تولید می‌کنه. لنفوسیت نوعی سلول سفید خونه که با انواع عفونت‌ها مقابله می‌کنه. ویتامین آ توصیه شده یه روزانه 900 میکروگرم در آقایون و 700 میکروگرم در خانوماست. حدود 15 گرم جگر گاو که توی ماهیتابه سرخ شده باشه یا یه دونه سیب زمینی پندال که بهش سیب زمینی شیرین هم میگن و با سیب زمینی معمولی کاملا متفاوته، اگه با پوستش پخته شده باشه کل نیاز روزانه‌تون به ویتامین آ رو تامین میکنه. طبق مطالعات نیترات موجود در مواد غذایی اثر ضد التهابی داره و اشکالات سیستم ایمنی بدن رو درمان میکنه و اونو تنظیم و به اصطلاح تعمیر میکنه. ضمناً نیترات جریان خون رو بهبود و فشار خون رو کاهش میده. نیترات باعث درمان و بازسازی سلامت قلب و عروق هم میشه. بیشترین میزان نیترات در سبزیجاتی که برگ تیره رنگ دارن وجود داره و از بین اونا اسفناج بیشترین مقدار رو داره. کلم سفید چینی که بهش کلم بوکچوی هم میگن، کاهو و هویج هم رتبه‌های بعدی رو دارن. دقت کنین، متاسفانه نیترات شیمیایی که به شکل کود شیمیایی در مزارع استفاده میشه
میشه به شدت مضره و در واقع مصرف بیش از حد نیتراتو باعث میشه که نتیجهش میشه ابتلا به سرطان. حتما حواستون به ارگانیک بودن چیزی که میخرید باشه. اسفناج برای بیماری های ویروسی بسیار عالیه، چون ویتامین آ هم داره و 100 گرم ازش نیازتون به ویتامین آ رو هم تامین میکنه. حتما باید خام مصرف بشه. هر چقدر چای سیاه برای بدن مضره، چای سبز برعکس عمل میکنه. مطالعات نشون داده آنتی اکسیدان های چای سبز واکنش سلول های تی بدن رو بهبود میده. سلول های تی به ویروس ها حمله میکنن و اونا رو از بین میبرن. تقویت سلول های تی عملکرد سریع سیستم ایمنی بدن رو باعث میشه. از اونجایی که چای سبز فشار خون رو پایین میاره، بهتره به همراه مقداری کشمش یا خرما میل بشه. همونطور که همه میدونن سیستم پزشکی ایران کلا با هر چی که در طبیعت وجود داره مخالفه و از اون طرف هر چی که تو طبیعت موجوده رو پزشکای طب سنتی فکر میکنن خودشون اختراع کردن. لذا ما باید از دعوای این دو دسته خودمون رو رها کنیم و کاری انجام بدیم که به درد خودمون بخوره. لذا باید زنجبیل مصرف کنیم. مطالعات نشون داده زنجبیل نه تنها از سیستم ایمنی بدن حمایت میکنه، بلکه بر علیه سلولهای سرطانی هم فعالیت داره. تعداد لنفوسیتا رو بیشتر میکنه و غلظت هموگلوبین رو افزایش میده و باعث شدیدتر شدن واکنش آنتیبادی های بدن به عوامل بیماریزا میشه. نکته مصرفش اینجاست که به توصیه محققینی که روش مطالعه داشتن، بیشترین تأثیر رو زمانی داره که به صورت تازه مصرف بشه و نه خشک شده. این ویدیو پارت دوم هم داشته باشه؟ شما بگین. اگه ویدیو کاربردی بود با بقیه شیرش کنین تا ازش استفاده کنن.